سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیز و شما را خوش آمد میگم به اولین درس پروگرام اتوکد. قابل ذکر است که قسم برنامه ریزی نمودیم که در هر ویدیو روی یک مثال یا روی یک پروژه عملی کار خواهیم کرد تا شما از این پروگرام بتانین عملا در عرصه کاریتان استفاده کنین. درس امروز ما یا ویدیو امروز ما بیشتر تمرکز خواهد کرد روی ترسیم خط در اتوکد. اما قبل از اینکه ما بریم روی ترسیم عموم مثال ما یا ترسیم یک پروژه، ما براتون چند کار میگم باید اجرا شوه قبل از شروع کار. در قسمت پایین ببینین جایی که داینامیک اینپوت است، اینا رو غیر فعال میسازین. داینامیک اینپوت allow disallow dynamic UCS غیر فعال میشه. object snap tracking غیر فعال میشه. ارتو غیر فعال. ببینین صفحه گراف است، ایرم خاموش میسازین. من روی grid display کلیک میکنه تا خاموش شوه. ببینین صفحه فعلا حالت عادی رو به خود گرفت. ترسیم خط در اتوکد. در اتوکد خط معمولا به سه طریقه مختلف ترسیم میشه. طریقه که شما بر خط کوردینات میتین، کوردینات به این معنی که شما نظر به مرکز مختصات روی محور X و روی محور Y کوردینات میتین و خط ترسیم میشه. یعنی X, Y قیمت اولی که میتین X است، قیمت دوم قیمت Y است. طریقه دوم طریقه است که شما بعد از اینکه کماند لاین فعال ساختین در یک نقطه از صفحه کلیک میکنین و بعد از دادن طول خط خط ترسیم میکنین. طریقه سوم طریقه است که شما خط را نظر به یک زاویه که زاویه معمولا از افق سمت راست به طرف یعنی مخالف حرکت عقربه ساعت اندازه‌گیری میشه ترسیم میکنن. پس با هم دیگر این مثال کار میکنیم. ببینید در این مثال از سه طریقی گفتم کار گرفته شده. ببینید شروع خط با کوردینات 1,1 یعنی x کامه y، نقطه دومش با کوردینات 4.1,1، نقطه سومش با کوردینات 4.5,2.2 و طریقه اول ترسیم شده. این خط با طریقه دوم که طولش 2.3 است به شکل خط مستقیم ترسیم شده. این خط بعدی که طولش است 1.4 تحت زاویه 150 با خط قبلیش ترسیم شده. البته زاویه اصلی از این از افق سمت راست 180 درجه که زاویه مجموعی خط است منفی 150 که زاویه این خط 30 درجه است ترسیم شده. پس با هم دیگر شروع میکنیم کارا. به خاطر ای که ما کماند لاین فعال بسازیم دو راه وجود داره. یک راهی است که شما روی لاین کلیک بکنین و خط ترسیم بکنین. راه دومی است که شما فقط شارتکت تایپ میکنین و انتر میکنین. شارکت L شارکت لاین L است. L تایپ میکنین. L انتر. ببینین ماوس تغییر کرد و فعلا شما در حالت ترسیم قرار دارین. بدون کلیک در جای شما کوردینات وارد میکنین. تایپ میکنین 1,1 انتر. نقطه اول ترسیم شد. یعنی شروع خط نقطه شروع خط ترسیم شد. کوردینات دوم یا نقطه ختم خط از کوردیناتش 4.1,1 انتر. کوردینات سوم از 4.5,2 انتر. شما ببینید تا این قسمت ما ترسیم کردیم. به خاطر ترسیم این خط که طولش 2.3 است به شکل مستقیم ما باید ارتو را فعال بسازیم. ارتو یا کلیک میکنیم روی علامتش روی آیکنش اینجا ارتو مود یا کلید F8 در کیبورد فشار میدیم. بعدا فقط سمت ترسیم خط با ماوس نشان میدیم و طولش را تایپ میکنیم انتر میکنیم. طول از یه از 2.3 انتر میکنیم. این خط بعدی که طولش 1.4 است تحت زاویه 30 درجه از افق سمت راست ترسیم شده.
پس به خاطر ترسیم خط در تحت یک زاویه ابتدا ات تایپ میکنین، یعنی شفت دو، بعد طول خط را وارد میکنین که طولش هست 1.4، بعدا علامت زاویه که شفت کامه است، علامت زاویه، بعد قیمت زاویه که 30 درجه است، تایپ میکنین و انتر میکنین. بعدا این خط که طولش 2.1 است به سمت بالا به شکل عمودی ترسیم میکنیم. ببینین جهت ماوس نشان میدیم، طولش 2.1 تایپ میکنیم، انتر میکنیم. خط بعدی به طول 1.6 تحت زاویه که 150 با خط قبلیش تشکیل داده، ولی ما از سمت فوق سمت راست باید زاویه شو پیدا کنیم از مثلثات که 120 درجه میشه. پس تایپ میکنیم at 1.6 علامت زاویه 120 درجه زاویه بود، انتر میکنیم. خط بعدی که به شکل مستقیم است سمت چپ 1.3 است، فقط جهت ماوس را به سمت چپ میبریم، طولش وارد میکنیم، انتر میکنیم. خط بعدی به سمت پایین است، 1.4 طولش است، جهت ماوس پایین میاریم، 1.4 انتر میکنیم. این خط بعدی که طولش 2.2 است، زاویش با خط قبل از خودش 45 درجه است و با 90 درجه ایره جمع میکنیم این زاویه را، به خاطر که از افق سمت راست زاویه اندازه گیری میشه. پس طول از این 2.2 با زاویه 135 درجه میم، تایپ میکنیم ات طولش از 2.2 تحت زاویه 135، انتر. خط بعدی طولش 1 است به سمت چپ، ماوس به سمت چپ حرکت میدیم، 1 تایپ میکنیم، انتر. خط بعدی نظر به زاویه 45 درجه ترسیم شده، البته مجبور هستیم چون از سمت راست افق سمت راست اندازه میشه، مجبور هستیم این زاویه که 180 درجه است را با این 45 جمع کنیم که 225 درجه میشه. باز تایپ میکنیم ات طول خط 1.5 تحت زاویه 225 درجه، انتر. باز این خطی که طولش 1 است به سمت چپ ماوس جهت میدیم و 1 طولش تایپ میگن، انتر میکنیم. این خط بعدی که به سمت پایین تحت زاویه 60 درجه، البته از افق سمت راست به طرف منفی حرکت کرده، منفی 60 درجه میدیم. اگر مثبت بتیم مجبور هستیم به این سمت این زاویه را مکمل پیدا کنیم، ولی جای آسانش ایست که ما همین زاویه را استفاده کنیم از این زاویه و قیمت منفی بدیم. پس طول از این خط از 2.3 تحت زاویه منفی 60 درجه. دوباره میم تایپ میکنیم ات 2.3 تحت زاویه منفی 60، انتر میکنیم. به خاطر ختم کار دو راه وجود داره. در صورتی که شما اگر از حالت ترسیم لاین از شروع کار تا ختم کار خارج نشده باشین، یعنی به صورت یک نواخت کارتان رو پیش برده باشین، کافی است که شما سی تایپ کنین، یعنی کلوز، که کارتان بسته شوه. ولی اگر در صورت که در جریان کار شما از حالت ترسیم خارج شدین و دوباره به حالت ترسیم آمدین، پس کافی است که شما بیاین در نقطه شروع کارتان کلیک کنین و کلید اسکیپ در کیبورد فشار بدین و از حالت ترسیم خارج بشین، که کار ترسیم ما در این قسمت تمام شد. به خاطر اندازه گذاری در اتوکد میایم در این قسمت و به خاطر اندازه گذاری همه پروژه یا همه مثال روی این تیر کلیک میکنیم، میایم پایین الاین انتخاب میکنیم، الاین میایم روی نقطه شروع خط و روی ختم خط کلیک میکنیم و اندازه گذاری میکنیمش. به خاطر این که دوباره ما با امو حالت قبلی، یعنی کمند قبلی خود بریم، کافی است که شما یا انتر کنین یا کلید اسپیس در کیبورد فشار بدین. مثلا ما اسپیس فشار دادیم، ببینین حالت قبلی فعال شد دوباره، باز اسپیس حالت قبلی فعال میشه.
به می ترتیب تمام این مثال اندازه گذاری می کنیم. به خاطر اندازه گذاری زاویه باز امون قسمت می آییم، روی تیر کلک می کنیم و انگولر انتخاب می کنیم. انگولر ببینین در روی او قطع خط های کلک می کنیم که با هم دیگر زاویه تشکیل داده. مثلا این خط با این خط زاویه تشکیل داده، زاویش 150 درجه است. باز دوباره کلید اسپیس می زنیم تا کمند قبلی فعال شوه. ببینین این خط با این خط زاویه 120 درجه تشکیل داده، ای خط با ای خط زاویه 150 را تشکیل داده، ای خط با ای خط 45 درجه، ای خط با ای خط 45 درجه، ای خط با ای خط زاویه 60 درجه را تشکیل داده. اگر بخوایم زاویه ای خط را با افق سمت راستش اندازه گیری کنیم، فقط کافی است که ما یک خط فرضی به صورت مستقیم به طرف راست ترسیم کنیم که تا بتانیم این خط زاویش ترسیم کنیم. به او خاطر ما فقط L تایپ میکنیم، انتر، در این قسمت کلک میکنیم و به سمت راست یک خط کوچک ترسیم میکنیم. دوباره میم انگولار، روی خط کلک میکنیم، روی این خط و زاویش ترسیم میکنیم. حال خب کار خود را با مثال مقایسه میکنیم، ببینین یکسان است، هیچ تفاوت نداره. خب تشکر از توجهتان.